دوستان عزیز، با سلام به شما و با 14 دقیقه تأخیر روز چهارشنبه 11 سپتامبر 2019 یک برنامه فوق‌العاده از نزدیکی ویرجینیا از واشنگتن برای شما که بهتون بگم روز جمعه مثل همیشه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک به وقت شرق آمریکا با شما خواهیم بود و احتمالاً آقای امیر حسین لادن هم مهمان برنامه خواهند بود. دوستان برید برنامه شنبه گذشته رو ببینید که با آقای لادن صحبت کردم و ایشون در باره اسرائیل و اینکه یک دشمنی به خصوص این اسرائیل، مخصوصا این نتانیاهوی دیوانه جنگ با ایران و ایرانی داره، برید در موردش بخونید و بعد شما هم اگه خواستید برنامه ها و به اصطلاح اخبار این چند روز گذشته رو نگاه کنید و ببینید چیزی رو که ایشون اون روز گفت فرداش در تمام این رادیو تلویزیون های آمریکایی بود و صحبت از اینکه اسرائیل دیگه بیش از اندازه نفوذ داره روی ترامپ و اینها و ببینیم به کجا میرسه. ولی خبر خوب طبق همین کاریکاتوری که اینجا شما میبینید این هست که آقای ترامپ این جان بولتون دیوانه رو مثل یک دستمال کاغذی که مصرف کرده باشن انداخت بیرون و گفت برو دنبال کاره و من نمیدونم اینا چقدر احمقن که میان برای این کار میکنن. دوستان عزیز، شما میتونید برنامه رو از طریق مردم tv.com یا از طریق فیسبوک هم ببینید و این هفته، این 2-3 روز گذشته، یعنی از دوشنبه تا حالا ما یه دوشنبه برنامه نداشتیم و کار داشتیم، گرفتار بودیم. بارها گفتیم شما که حمایت نمی کنید، شما دوست دارید بیان بهتون دروغ بگن، بگن نمیدونم پول بدید برای این، پول بدید برای اون، شما پول بدید و از بس حقم دارید، از بس بهتون دروغ گفتن دیگه اطمینان نمی کنید. البته ما خیلی ساده میام اینجا میگیم شما اگه پول بدید ما این خرج کمی رو که بابت مردم تیوی همین بهش میگن به اصطلاح overhead expense رو که خیلی هم زیاد نیست و به همین دلیل تونستیم 20 سال دوام بیاریم خودمون یک تنه، این رو میتونیم خرج خودمون کنیم، خرج ماشینمون کنیم، خرج آبجو، خرج ساندویچ خودمون کنیم. این هم از ولی ماجرای ایران، اون شعره بود میگفت چه خبر از ایران. در ایران متاسفانه یه دختر خانمی این بنده خدا بچه ها رو سالهاست، این دخترها رو سالهاست که این رژیمی که دیکتاتور بودن از به اصطلاح روز اول همراهش بوده و عمل کرده و وعده و وعیدهای دروغی که مردم داد و اینها، این بچه ها هم نمیدونن چه کار کنن. به جایی که به برادر خودش بگه، به پدر خودش بگه، به پسر خودش خانمه بگه که خب اگه تو نری استادیوم 100,000 نفری رو پر کنی، پول بریزی به جیب آخوندا، اونا مجبور میشن ما رو را بدن و ما حقمون و اینها. متاسفانه اونا این کار رو نمی کنن و تازه وقتی هم یک کاری میکنه کسی میخواد بره خودش رو آتش بزنه و اینها، که کار اشتباهیه. شما در برابر دشمنی که تا دندان مسلح است به تمام به اصطلاح وسائل و ابزار، تو که نمیری خودتو بسوزونی، میخوای کاری بکنی برو اونا رو بسوزون، برو زن و بچه اونا رو گیر بیار بسوزون، که البته این کارم اشتباهه. آدم چرا کاری به زن و بچه اونها داشته باشه؟ به اصطلاح بره دنبال خودشون، دنبال اونایی که مسئول هستن اینها. و اما اجازه بدید من یک اینفورمیشنی هم بذارم، گرچه شماره تلفن اینجا هست، حالا یه دونه ایمیل هم میذاریم برای شما، info@mardomtv.com. ما همه کارامون خیلی ساده است، درست مثل خودمون که اینجا ساده هستیم و خیلی ساده با مردم صحبت میکنیم. یه آدرس هم بذاریم اگه کسی یه دفعه اشتباهی همینجوری که تصادفی میان برنامه رو میبینن آمدند و تصادفی خواستن حمایت کنن بتونن. اینم آدرس حمایتمون. بذارید من فقط پلیر
5 رو باید بذارم، نمیدونم چرا این با قوله 2 آمپریه 6 رو باید بذارم. بله ما یه روز که سر کار نمیام بدنمون تنبل میشه. افکت چنده؟ افکت 2. چرا نشون نمیده افکت 2؟ آیرونی دون نو. خب اینجا میگه آها برای که من افکت 3 رو زدم، 2 و 3 رو با این عینکم از راه دور اشتباه کردم. بله این آدرس پیپل ما هست که نوشته paypal.me، خط اشاری به این میگیم نه forward/ مردم تیوی. اگرم نمیدونید یه ایمیل بفرستی بهتون میگیم. اونی که میخواد حمایت کنه میتونه و پیدا میکنه، همون جوری که اگر کسی دشمنی داشته باشه از روی حماقتش فکر کنه با ما دشمنه، میگرده شماره تلفن پیدا میکنه، ایمیل پیدا میکنه، شب نصف شب زنگ میزنه فکر میکنه مزاحم ما میشه، نمیدونه که مستقیم میره رو پیامگیر. اونی هم که بخواد کمک کنه باید همون همت و به اصطلاح پشتکار رو داشته باشه. بذارید یه سری از این خبرهایی که دارم و چند روز گذشته اینجا براتون گذاشتیم حالا که هستیم بگیم تا بعد بریم و جمعه حسابی با شما باشیم. دوستان اگه کسی میخواد مهمون برنامه ما باشه، حالا ایرانی ها تعارف میکنن میگن قدمتون روی چشم، نه قربان ما چشممون رو زیر پای هیچ مهمونی نمیذاریم، در عوض یک نون و پنیر رو گاهی وقتا هم اگه زنگ زدن بهشون میگیم آقا داری میای سر را چلو کبابم بخر بیا با همدیگه میخوریم، اینجوری هست. خلاصه میتونید مهمون برنامه ما باشید ولی یادتون باشه مهمون یه باره، مهمون درباره یه موضوع معینی که در رابطه با اوضاع احوال ایرانی ها هست، با شرایط و اخبار روز هست صحبت میکنید. ما هم اینجا حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که ما هم صحبت کنیم و نظر خودمون رو بگیم و نظر دوستان دیگر رو هم بتونیم در برنامه داشته باشیم. اجازه بدید من اینجا ایمیلم رو باز کنم و بله این هم هست، از اینو پسوردمونم بزنیم و راحت بیایم سراغ شما دوستان. به قول آمریکایی‌ها میگه give me a minute، یعنی یک دقیقه وقت به من بده تا اینها را بیفته و بیام سراغت. خب ببینیم که چی داره روی این برنامه های لایو، انقدر براتون گذاشتم که دیگه نمیدونم اصلا پر شده، ولی یکی یکی میخونم تا اونجایی که وقت داشته باشیم. میگه که اولا یه بار دیگه اگه دقت کنید به این عکس، این سیبیل مضحک و مسخره این مردک جان بولتون دیواره، به انگلیسی روش نوشتن جنگ وار، چون این هر کاری بهش میگفتن میگفت بمب، میگفتن افغانستان میگفت بمب بندازیم، میگفتن ایران میگفت بمب بندازیم، میگفتن نورد کوریا میگفتن بمب بندازیم. خلاصه ترامپ به اینم کلک زد باهاش حرفش شده و اینها، بعد این گفته که خب من استعفا میکنم، گفته که خب فردا استعفاتو بیا، این کمچین که رفته خونه اون شب کردتش بیرون. اینجا یک کمی تفاوت هست بین استعفا و اخراج و اینها. یادم سالها پیش وقتی که این آقای داور ویسه هنوز جوون بود و قلدر بود و یک کمی جاهل هم هست، جاهل هم به معنای نادان، خودشم میدونه، من به خودشم میگم تو آدم کمدانی هستی، ولی بازم این معرفتش به تلویزیون دار، به نسبت تلویزیون دارای لس آنجلس و دیگرانی که اینجا هست و اینا خیلی خوبه. دیدم به بعضیا کمک کرده، از زندان درشون آورده، بهشون خونه داده، اتاق خونه که نه، خودش بیچارم الان 40 ساله تو همین خونه کنه داره میخوابه و به قول دوستان با همون یه تنبونه کردی، ولی خب از این لحاظا یادم وقتی ما گفتیم آقا ما نمیخوایم دیگه تو تلویزیون رنگارنگ کار کنیم، برای که شما با اون آقای سالار احمدی درست کار نکردی، با دیگران اینجوری اینا، ایشون اصرار داشت که بگه ما رو اخراج کرده. و این نادانی هم به نام علی سرشار که من حالا بارها میگم بهبانی معتاد، ولی بهبانی با وجود همه معتاد بودنش و اینا وقتی این نامه رو داده بود دستش گفته بود که آقا یه چیزی هم اون موقع میگفت به این اون فوش که میخواد بده، میگفت سیمکش، گاخ سیمکش من که میدونم سربی اینجا وایساد، گاه آقا خداحافظ و من دیگه نمیام و فلان اینا، حالا تو میگی ما اخراجش کردیم. ولی این علی سرشار چون آدم نادانیه شاه اللهی هست و
به اصطلاح دشمنی با من داشت از روز اول، ولی همیشه عرض ارادت میکرد. آدم ترسویی هم هستن، کلا خانوادهشون ترسو هستن، میدونه خود اون سرهنگ به روز سرشار هم میدونه. اینا یه مدت هم برای FBI این برور رفتن کار کردن، این اون رو لو میدادن یا را پرچ. در اصل این آمد و خوند و اینها که ما سوربی رو اخراج کردیم. بعد ما گفتیم خب اخراج کردیم، خیلی ممنون، باعث شدی بریم تلویزیون مردم تیوی، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی رو بنده با همون نالج یا دانایی کمی که از کامپیوتر و اینها داشتم شروع کردم. و خیلی خوشحالم که این به قول معروف اون کلنگی بود که ما زدیم و ساختمون اینجا رو به اصطلاح بنا کردیم و این کلنگ استقلال بود. خیلی خوشحالم که سعید اینجاست و یک ویدیوی برای من فرستاده بود که باز از نادانی ترامپ حمایت میکرد. این دیوانه است، این میگه که من از خودم مشورت میگیرم، این ادوایز، نصیحت، پیشنهاد اینها. مثلا یه نفر میخواد از اینجا بره، باور کنید من داشتم امروز یه راهی رو میرفتم، اون نفری که زودتر رفته و تو اون جاده دید و تصادف شده بود به من زنگ زد گفت از این ور نیا. خب این ادوایزه، این پیشنهاده، این مشورته. ما گفتیم خیلی ممنون، ازش تشکر کردیم، از اون ور نرفتیم. این ترامپ نادان میگه که من با خودم مشورت میکنم. خب احمق، تو اگه با خودت مشورت میکنی هیچ فرقی با قذافی، با نمیدونم خامنه ای، با خمینی، با شاه، هر دیکتاتوری نداری. اونا هم همشون فکر میکنن همه چیز رو خودشون میدونن و هنوز قبول نکردن که یوتیوب، نه یوتیوب لایو نیستم. بذار ببینم سوربی یو آر لایو آن یوتیوب. نه یوتیوب لایو نیستم، اجازه بده برای دلعا عوض کنم. خیلی ممنون که گفتی، این رو هم اینجا خاموش میکنم. من دیگه فکر نمیکردم که کسی روی یوتیوب ما رو ببینه، اون یوتیوب رو میذارم برای بعد، ولی حالا که شما گفتی و زحمت کشیدی چک کردی، البته نمیدونم چرا فکر میکنی لایو هستم. VLC نه، ویدیو کپچر رو اینجا روشن میکنم و حسنش اینه که همینجوری که بهتون گفتم این استقلال همه چیز رو داده دست خودمون. بفرمایید الان روی یوتیوب هم لایو هستیم، فقط صدا نداریم. اینم صدا. و یه جوکی بود اون ماجرای آخوند و محلل شدن و اینها. بله آهان این گو I said you are not. خیلی ممنون، من دقت نکردم، ببخشید. آقا دوستان این کلمه ببخشید، من اشتباه کردم، من عذر میخوام. من نمیدونم این چقدر سخته برای ما ایرانیا. باور کنید من اگر بتونم یه روزی یه دوربین مخفی میخوام ببندم روی دکمه پیرن، روی این عینک، یه جایی، این روزا زیاده از این وسایل، خودکار میخری میزنی سر جیبت و از صبح تا شب ببینم چند بار این آمریکایی‌ها به منی که اینجا هیچ کاره هستم، بیزینسی ندارم، رئیس نیستم، پولدار نیستم، میگن ساری، آی اپولوجایز، من متاسفم، من معذرت میخوام. و ما ایرانی ها وقتی هم دروغ میگیم، اشتباه میکنیم، میدونیم حق با طرفه، تازه حالا میخوان یقش رو بگیریم و شروع کنیم فحش دادن. در صد سعید جان شما درست میگی، نشتی سوربی یو آر نات. من اون ناتش رو ندیدم، برای که خودم ناتم، البته ناتی که من هستم با یو هستم، شما ناتی که نوشتی با او هستی. حالا امتحان کن ببین روی یوتیوب چگونه هستیم. آقای کاووسی هم اینجا، سعید جان بهت تبریک میگم، دیدم که پسرت برای به اصطلاح خواننده ها و نوازنده های آمریکایی اوپن میکنه. دوستانی که نمیدونن اوپن یعنی چی، وقتی که یه خواننده معروفی میاد، این آمریکایی‌ها به جوان‌ترها امکان این رو میدن که اونا قبل از برنامه اصلی اینا بیان برنامه رو شروع کنن. حالا نمیخوام بگیم بچه مرشد و مرشد، تعریف عقب افتاده. آقا تا هنوز نیومدی شر به پا میکنی یا این سعید کاووسی همین جایی که شنید من راجع به ایرانی‌ها میگم، میگه خب این درست تعریف عقب افتادن، میگه you are fine on YouTube now. این ور سعید، اون ور سعید، چی بگم؟ بگم نور علی نور، بگم چوب دو سر طلا، بگم قوز بالا قوز، خودتون این زیر بنویسید من چی بگم به شما دو تا سعید، یکیش از شرق آمریکا، یکیش از غرب آمریکا. به هر دوی شما خوش آمد میگم و
همین من امروز آمدم که به شما بگم روز جمعه برنامه دارم. به احتمال زیاد از این به بعد برنامه ها میشه یک بار در هفته، چون کار جدیدی رو میخوام بگیرم و شروع کنم و اینها و چیز کنم. بله میگن برای کنی لاگینز، درست میگم اسمش رو، اوپنینگ کرده بود و اینها. اگه ویدیوی هم هست، عکسی هم هست بفرستید ما نشون میدیم، یا روی صفحه خودت احتمال زیاد میذارید دوستان برید. من یک بار یا دو بار، یک بار که یادمه رفتم مریلند و سعیدم زحمت کشید اومد اونجایی که ما بودیم، ما رو با ماشین برداشت برد رسوند و پسرش هم اونجا به اصطلاح هنر نمایی میکرد یا اجرای برنامه و شب خوبی بود. ممنونم سعید جان. خب سعید کاووسی رو میگم دوست. اوکی. و اما تفاهم نامه طالبان و خلیلزاد آینده تیره برای افغانستان. این توی کارهای آمریکایی میگن که بدترین خبر اینه که یه نفر بیاد بگه if true، یعنی حقیقت اگه داشته باشه چنین و چنان. حالا روزنامه های ایرانی و اینا شروع کردن به اصطلاح تیتر رو یه جوری می‌نویسن، شما نمیدونی این علامت سوال، حالا یعنی جمله سوالیه یا این یک جمله خبریه. شما به من بگید. اولا نوشته تفاهم نامه طالبان و خلیلزاد، بعد این دو نقطه روی هم علامت گفت نیست، این هایفن به اینا میگن چی میگن درست یادم نیست، ولی اصلا این علامت اینجا یعنی چی؟ آینده تیره برای افغانستان. خب میگه تردید در مورد سودمندی و صلح سازی تفاهم نامه‌ای که میان طالبان و نماینده آمریکا نهایی شده است کم نیست. این تفاهم نامه قرار است روندهای را متوقف کند که زلمای خلیلزاد خود در بروزشان نقشی مؤثر داشته است. من یادم سالها پیش به من گفتم این آقای خلیلزاد اویلیبل، اون موقع برای جورج بوش کار میکرد و اگه میخوای باهاش مصاحبه کن. گفتم من یکی دو تا از برنامه ویدیو و مصاحبه اینو دیدم. دیدید بعضی وقتا بدونی که یه نفر بشناسید شما احساس خوبی نداری. نمیدونم حالا این درست یا نه. گفتم من نمیخوام، بدید به این بهبانی صحبت باش کنه. یکی این بود، یکی اون ابراهیمی یزدی. گفتم آقا من نمیخوام. و حالا بعد اون جالبه که این بهبانی معتاد اینا رو جزو افتخارات تلویزیونیش و اینا حساب میکرد، چون آدم بدبختیه کلن به یه چیزای به اصطلاح خالی و اینا، به حباب خودشو آویزون میکنه میخواد از توی این طوفان چیز نجات بده. در صورت این خلیلزاد که از این ماجرای افغانستان و اینها به احتمال زیاد پول خوبی در این 18 سال از زمان 2001، یعنی سپتامبر 11 2001 تا حالا ساخته و برای خودش شغل و منصبی ایجاد کرده، میگه الان داره با دولت ترامپ کاری میکنه که بین طالبان و به اصطلاح ترامپ بشینن صلح کنن. دوستان یادتون باشه این ترامپ طالبان رو دعوت کرده تو کمپ دیوید محرمانه، نه مثل بعضی ها میگن خب کلینتون هم این کار کرد. نه آقا، کلینتون یا کارتر اینا کسایی رو که دعوت میکردن توی کمپ دیوید مثلا بیان درباره اسرائیل و درباره فلسطین و اینها صحبت کنن از قبل اعلام میشد، روزش معلوم میشد، خبرنگارا اونجا بودن. اولا این کمپ دیوید یه جورایی میشه بگی 50% حالت سری داره همه جاش. برید یه مصاحبه هاوارد استرن انجام داده، اونایی که هاوارد استرن رو نمیشناسن برن هاوارد، چون یه مدتی بعضی ها من گفتن آقا تو هاوارد استرن ایرانی هستی، بعضی ها میگفتن تو بیل اورایلی ایرانی هستی. اون بیل اورایلی که سابقش خراب شد رفت، هاوارد استرن آدم موفقی از لحاظ مالی و اینها. برید نگاه کنید مصاحبه هاوارد استرن که یه شخص کلیمی هست با آقای اندرسون کوپر. این مصاحبه رو نگاه کنید راجع به ترامپ، راجع به این که ترامپ به این گفت و به بیننده و شنونده بگو که من نماینده
من نامزد به اصطلاح منتخب تو هستم برای رئیس جمهوری که اونام بیان. ببینید اون گفت که من همچین کاری نمی کنم و حالا به شوخی میگفت اگه من این کاری کرده بودم الان من یه سمت و اینها داشتم. بعد اون اندرسون ازش میپرسه خب تو چه سمتی میخوای؟ مثلا میخواست سفیر باشی، میخواستی وزیر باشی، میخواستی چی باشی؟ گفت من میخواستم فقط برم توی این کمپ دیوید ببینم تو مملکت ما که شاه نداریم، تو مملکت ما که افتخار میکنیم رئیس جمهور داریم، خودمونم خونه بهش میدیم که کاخ و اینها نباشه، چرا یه جایی به نام کمپ دیوید هست که اصلا یه جورایی سیکرت محرمانه. آخرینش هم هفته پیش گندش در اومد موقعی که این اصلا ترامپ و چیز سر همین هم دعواشون شده، سر همین ماجرا. البته این جان بولتون دیوونه است و من خداییش براتون بگم دیروز که این خبر پخش شد دلم برای این مجاهدین سوخت، چون هر جا میرم طرف میگه آقا دوستتونم آقای فیلابی اومده بود التماس میکرد که ما بریم نمیدونم نیویورک، بعد بهش گفتیم که آقا دیگه مجاهدین که رهبرشون نیست مرده از اقلا آقا شما بیا بگو من رهبرم، آقای فیلابی شما بیا بگو من رهبرم، حالا شوهرت مریم هم نمیخوای بشی نشو، زن داری، آدم خوبی هم هستی، با خانمت سالها زندگی کردی، ولی بیا آقا یه رهبری، یه پرچمی، یه علمی، یه درختی باشه که مردم بیان زیرش، حالا چه از بارون چه فلان وایسن. نمیتونی شما بیا به مردم بگی بی بریم نیویورک فوش بدیم به روحانی یا نمیدونم فلانی که میخوان بیان، ولی رهبر فعلا نیستش. در هر صورت آقای فیلابی اگه صدای منو میشنوی میدونید که تو تلویزیون طرف میگه ما وقت صحبت میکنیم انگار که الان خامنه ای نشسته حرف ما رو گوش میکنه، خامنه ای این کارو نکن، نمیدونم پرزیدنت ترامپ این کارو انجام بده، نمیدونم آقای مکرون اون کارو فلان کن، خانم بگید این خانم مرکل ها رفته بود یه رستوران ایرانی که احمقای نجات پرست نیونازی یا نازی هرچی حمله کرده بودن به این آقای زحمتکش ایرانی و به اصطلاح دستش شکسته بودن و زخمیش کرده بودن و 8 روز در بیمارستان بوده، این خانم آنگلا مرکل یا آنجلا مرکل، آنگلا ایام آنجلا خودمونه فرشته مرکل، رفته بود و دیده بازدید و اینها. در هر صورت این ماجرای مجاهدین که یک بار دیگه یتیم شدن واقعا. ببینید آقا باقا من پدرم فوت شد، مرگ یه بار، شیون یه بار، تموم شد رفت. حالا هر روزم یادمون میفته میگیم کاش که عمر زیادتری داشت، کاش که بیشتر باهاش بودیم، کاش که اینجوری، ولی دیگه مرد تموم شد آقا، پدر بزرگمون مرد تموم شد. شما بدبختا هر روز باباتون میمیره، یه روز باباتون صدامه، یه روز باباتون همین خمینی بود، یه روز باباتون نمیدونم وقتی دارید نامه برای رفسنجانی می‌نویسین، یه روز باباتون این سعودی‌های عربی بودن، عربی‌های سعودی و نمیدونم پادشاه‌ها، یه روز کینگ عبدالله مال اردن بود و هنوزم هست، حالا هم که ترامپ بود، ترامپ هم که آب سردی که چه عرض کنم جیش کرد رو دستتون حسابی، میگن آب پاکی ریخ رو دستتون، ولی این آدم ناپاک، هیچ چیزی تو وجودش پاک نیست. در هر صورت جان بولتون یو آر فایر، این جمله تو اخراجی، این یه برنامه بود و اینها که این مردک آمد و معروف شد و اینها، هم پول خوبی می ساخت هم خوشحال بود همش، چون این از لحاظ سکسی و اینا یه آدم مریضی هست، همش با این دخترای جوون و زنای جوون و اینها بود، ولی بعدن این کرم قدرت گرفتش و آمد اینها. در هر صورت این خلیلزاد حالا باید تمام کارهایی رو که دوره بوش انجام داده، خودش هرچی به اصطلاح ساخته، حالا با کلنگ بشکنه که باز خودش پایدار بمونه اونجا. میگه که دولت آمریکا و طالبان اخیراً از دستیابی به یک تفاهم نامه در مورد پایان جنگ در افغانستان خبر دادند. 18 سالی این دو با هم جنگیدن، طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا با هزاران کشته از سربازان آن و شماری چند از افغانها در دو سوی مساف و با صرف بیش از 1,000 میلیارد دلار که عمدتاً مصرف نظامی داشته است. در ماه‌های اخیر مذاکرات در دوحه در شرایط جریان داشته که طالبان همزمان بر شدت اقدامات تروریستی و حملات شبیخونی خود به شهرها و روستاهای تحت تسلط حکومت کابل افزودند
و به صغیر و کبیر رحم نکردند. حملاتی که از سال 2014 با خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان سلطه طالبان را بر بخش‌های هرچه بیشتری از افغانستان در پی داشته. دوستانی که نشستید که این آقای ترامپ دیوانه شارلاتان بره آخوندها رو بزنه و بکشه و کلید طلایی ایران رو بده دست شما، ببینید اینها با طالبان که به قول خودشون داشتن می جنگیدن، با طالبان که اون القاعده از شکم طالبان بیرون آمد و طالبان همین القاعده بود که 3000 نفر رو اینجا کشت و ترور کرد و این ترس و وحشتی که هنوز که هنوزه یکی بره بزنه بپرسه این سپتامبر 11 پای آمریکایی‌ها چند تموم شد. البته از طرف یادتون باشه اینی که شما الان میریدن پمپ بنزین میزنی زیر 3 دلار هر گالون بنزین، هر 4 لیتریش از یک گالون شیر و آب ارزون تره، دلیلش همینه که اون احمقی که اون برنامه رو ریخت و حالا تازه قراره 1 سال دیگه تو همین ماه سپتامبر طراح این برنامه رو به اصطلاح بیارن و محاکمه کنن و اینها، که الان اونم دیگه یا تا اون موقع مرده یا یه اتفاقی براش میفته. ببینید چند خرج برداشت از لحاظ همین سکیوریتی و کارهای امنیتی که انجام دادن و اینا هم چجوری لشکرکشی کردن به دنیا و الان توش موندن. ترامپ میخواد یه جوری، چون قول داده که جنگا رو تموم میکنه و اینها، میخواد یه جوری به مردم، به اونایی که کم سوادن و حقیقتا نادان هستن، کمدان هستن به قول آقای لادن، به اینا نشون بده که دیدید من چگونه قول خودم عمل کردم، حتی اومده از بودجه ارتش و امیگریشن و اینا میخواد ورداره یه دیواری که اصلا این دیوار هیچ کاری درباره امنیت آمریکا انجام نمیده، هیچ کاری درباره امنیت آمریکا انجام نمیده، یه دیوار بی خود بسازه. امیدش اینه که از ساختن این دیوار یه پولی باز به این شرکت‌های خودش و دوست و موساش، همینجوری که الان 2 هفته گذشته یکی پس از دیگری گندش بالا اومد از نشست G7 که این دیگران رو دعوت کرد که سال دیگه بیاین توی اون ریزورت من در فلوریدا، و فوری ماجراش بیرون اومد که این ریزورتش هم کثیفه هم بدباگ داره. بدباگ فکر کنم تو شیراز میگفتن سرخک، یه حیوان خیلی کوچولویی از پشم کوچیکتر ولی میزنه ها، خونین و مالینت میکنه، اصلا خونخاره. خلاصه بدباگ داره و اینها. بعدم معلوم شد که این نخست وزیر احمق‌تر از این بلند شده رفته ایرلند برای یک میتینگی که این نرف اونو فرستاد که من اصلا هر کاری این مرد میکنه یکی پس از دیگری بدتر از قبلی و به حدی کار بد انجام داده که دیگه من نمیدونم. والا معلم هم یادتونه اون وقتا میگه آقا این آدم بشو نیست، بچه رو ولش میکنه، میگه میخوای بری بازی، میگه آقا نه این بره بازی اون بچه های دیگه درس بخونن. اینم هم همینجوری گفت من نمیرم، این پنس دیوانه بره معاونش که مثل ایلین میمونه، مثل ایتی میمونه، مثل اینا که از یک فضای دیگه چی میگن جانوران فضایی اومدن، از یک کره دیگه اومدن، اینها اینو فرستاد. این هم ننه و بچه و زن و شوهر و همه رو برداشته برده رفته تو ریزورت اون 180 مایلی. آقا 180 مایل میشه یعنی 300 کیلومتر، برای یک کشور مثل ایران 300 کیلومتر یعنی مثلا اینا تو کالیفرنیا میتینگ داشته باشن یه احمق بیاد تو واشنگتن، درست این ورش به اون ورش بمانه. بعد از اون اینجا حسنش اینه که با وجودی که الان این احمق و شارلاتان ترامپ به اصطلاح اون پرس نیوز وایت هاوس رو قطع کرده، مال پنتاگون رو قطع کرده و الان ماها نزدیک به سال داره میشه، ولی باز خبرنگارای هستن، واشنگتن پست و نیویورک تایم و نیویورک پست و فلانی بیسار و اینا، فاینانشال تایم میرن دنبالش و این تحقیقات، اینا بهشون میگن اینوستیگیتور ژورنالیست، یعنی خبرنگارانی که محققن، نه این که مثل آقای مانیک خدا بخشیان خدا بیامرز
اون چیزی رو که شما 4 ساعت پیش خوندی، نتیجت هم گرفتی، این بیاد حالا یه کاغذی چاپ کنه که تو اینترنت نوشتن خامنه ای دیشب با آقای نوریزاده توی رخت خواب بودن، این هم بیاد وایس برای شما تفسیر کنه. اونا میرن پدر اینا رو در میارن، رفتن تحقیق کردن و دیدن که هواپیماهای نه نیرو هوایی، نشنال ایرگارد، نشنال گارد یعنی گارد ملی تقریبا، مثل نشنال انتوم که سرود ملیه، نشنال گارد یعنی گارد ملی. من تا این خبر اومده بود نمیدونستم که گارد ملی اینها ایر فورس هم داره. خلاصه گویا اونا رفتن و باز هم از همین شارلاتان بازی مجبور کرده اینا رو توی کشوری وایستن، توی هتل‌های خودشو، یه فرودگاهی که میلیون‌ها دلار خرج اضافی گذاشته رو دست من و شما و دیگر آمریکایی‌های بیچاره که فعلا اسیر این سرطان شدن. حالا شما اینو داشته باشید. حالا ماجرای افغانستان، افغانیا اون طالبان زدن 12 نفر فکر کنم کشتن، گویا یکیش، البته خبر اول گفت 6 تا آمریکایی کشته شدن، بعد یکیش آمریکایی بوده. یک کم برید یا این دوستان که اینجا هستن لطف کنن اسم اون بدبختی که کشته شد همین 2-3 روز پیش بنویسید اینجا. طرف مال پورتوریکوه دوستان، پورتوریکو هنوز تا هنوز مال اون ماجرای طوفانی که آمده هنوز درست نشده، هنوز بهش رسیدگی نمی کنن. اینا مثل آدمایی هستن که درست کاری رو که ایرانیا برای شاه و اینا کردن، پولا رو برداشت برد، حالا به بچهش میگن آقا این پولا رو پس بده، میگه آقا اون ارثمو، میگن خب پس تو برو آقا بیا بگو بابام فلان کرد، میگه نه من شاهم، خوبیاشو میخواد بدیاشو نمیخواد. اینا هم همین ماجرا. این پسر بدبخت فکر کنم 30 سالش بود، 32 سالش بود، مال پورتوریکوه. یعنی اینا رو اونا که دیگه گرین کارت اینا نمیخوان چون جزء آمریکا هست، ولی چه جزء آمریکا؟ برید هنوز بنویسید که پورتوریکو از لحاظ برق و اینا اینقدر این آدم ها خیر و اون آشپزه اینا میان به مردم میگن اگه میخواییم بریم مسافرت بیان اینجا. خود پسر من با خانوادش رفت پورتوریکو، دوستان رفتن پورتوریکو، میرن پورتوریکو که یه حمایتی بشه، این پولی که 1,000 دلار 2,000 دلار شما خرج میکنی اونجا فرودگاهش آباد بشه، نمیدونم هتلش کار بیفته، 4 نفر تو هتل کار کنن و الی آخر. شما اگه میخواییم برین، برین جای بسیار قشنگ و خوبیه، آب و هوا هم خوبه، ولی دقت کنید که موقع طوفان نباشه. این طوفان توی دامینیکن ریپابلیک، اون هیتی که میگن شیطون پرستن، اون همین به اصطلاح پورتوریکو اینها، بنویسید چه فصلی نیست و چه فصلی بهترینه برای توریست یا برای ویزیتور، برید اون موقع برید اونجا. برگردیم الان وقتی که این کار شد و افشا شد، این ماجرای استیضاح ترامپ دیگه سفت و سخت دارن میرن دنبالش. دوستان شما از نماز جماعت و امام، ما میگیم مثلا میگیم چی؟ امام جمعه. حالا دیگه میگیم امام جمعه تهران امروز در نماز چنین گفت و چنان گفت، و اینجا پیشنمازا رو من دیدم، هم آمریکایی‌های مسلمون هم دیگران بهشون میگن امام، همون امام خودمونه. یه خبری بود که نماز جماعت به امامت دو زن برای نخستین بار در فرانسه برپا شد. خیلی ها میگن اینا دارن بدعت میذارن در دین، خیلی ها میگن اسلام هیچ جاش راجع به حجاب، راجع به مشروب به اصطلاح اجباری نبوده. حتی اونایی که حزب اللهی هستن، اونایی که نمیدونن برن تحقیق کنن، خود خمینی گفت حجاب اجباری نیست و این حجاب برمیگرده به اون طوفان و نمیدونم اوضاع و احوال اون 1400 سال پیش و اینها. و یادتون باشه دینای دیگه هم دارن، هم کلمیا دارن، هم یهودیا دارن، ولی اونا دیگه اینجوری نمیکنن. مورمنا دارن، شما مورمن نمیبینی یه زن شلوار پوشیده باشه، مورمن این زناشون باز رو سرشون چی هست. خب میگه که به فارسی میشه کک، راست میگی، کک کک میگفتن، بعد به همین خاطر میگن از قدیم گفتن فلانی کک در تنبانش افتاده، مانند سپاه پاسداران ماست. سپاه پاسداران عزیز من
اگر نشنال گارد بود که خوب بود، سپاه پاسداران میشی بگی ارتش تو ارتشه و خیلی خطرناکه. و الا روز اولی که این آقای شما میدونستید محسن سازگارا بانی و مؤسس سپاه پاسداران بوده، خب حالا چون این دوستمون لطف کرد و اسم کک رو فرستاد، من براتون این عکسش هم میفرستم. آمریکا یا گویا بهش میگن فلی، ولی این اون بد باگ نمیدونم هست یا نه. حالا من هم عکس فارسیشو بهتون نشون میدم. حالا طرف میگه آقا مگه فارسی و انگلیسی هم داره عکس؟ بله. ببینید وقتی این دوستمون آقای رجبی، اگه اشتباه نکنم بله آقای رجبی، نوشت کک، ما کک رو زدیم به گوگل، اینجا آمد کک حشره. کک ها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته لوله بالان هستند. من تا امروز چیزی به نام لوله بالان نشنیده بودم. باران نه ها، بالان، بال. لوله بالان هستند که کمتر از 4 میلیمتر طول دارند. کک ها حرکت های جهشی دارند. این بال نداره یا چی نداره چی میگم، ولی مثل با پای پشتش چون چیزی میپره. راه های مقابله با کک رو هم گفتیم. حالا اگه یه وقت رفتید توی اتاق ترامپ خوابیدید توی هتلاش و کک آمد داخلتون، اولا اینه، بذارید من این ببینید چقدر کوچیکه و چقدر مال یکی از عمه‌هامون خونه‌شون داشت، ولی خدا وکیلی مثل که اون خیلی خون خورده بود، بزرگ بود. این خیلی کوچیکه آقای رجبی. اگه این ککه، این اگه کف دسته و اگه اینه، این خیلی کوچولوه. بمانه ما بیایم حالا اینجا به انگلیسی هم می‌نویسیم، بذار راه مقابلش بخونیم، شاید یه کمکی باشه برای بعضیا که بخوان. میگه راه‌های مقابله با کک در طول مدت زمانی که شما در سفر هستید اتفاقات مختلفی برایتون خواهد این جمله‌ها رو نگاه کنید، در سفر هستید اتفاقات مختلفی برایتان خواهد. من بخونم شما میگید این سربی بلد نیست بخونه. والا من دارم از رو نوشته میخونم، نوشته اینجوری نوشته. ببینید کامرای 3 ببند. ببینید اتفاقات مختلفی برایتان خواهد افتاد ننوشته که برخی از آنها ممکن است پیامدهای ناگواری همراه داشته باشد. در این مطلب از مجله گردشگری الی نمیدونم والا، این اتفاق برای کسانی که به سفر و فلان، نه حالا راه مقابلش چیه میگه اون بالا، ولی تا بیاد پایین جون تو به لب میرسونه. اوه 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 این اکثر رو نگاه کنی، جای نیش کک چه حسی دارد. خب بریم سراغ زمانی که شما کک، آقا راه مقابلش رو بگو. به محض اینکه متوجه شدی کک یا کک، یکم بکشینش، یا سرخک که من گفتم، یا بدباگ بر روی بدنتان در حال حرکت است، بدنتان را خیز کنید و موجود را از حرکت باز بدارید. لازم است بدانید که کک ها موجوداتی با پرش زیاد هستند که در صورت خشک بودن بدن گرفتن آنها بسیار سخت است. در این شرایط سعی کنید حتما به زیر دوش بروید و لباس های خودتان را در بیاورید، چون آب کک ها را بی حرکت و در نهایت نابود میکند. یکی دیگر از راه های مقابله با کک این است که محل حرکت این موجود را تمیز کنید. در صورتی که فرش پهن است حتما چندین بار با جوربرقی محل را تمیز کنید، یا در صورت امکان فرش را بشویید، چرا که محل مورد علاقه کک ها بین پرزهای فرش است. 3 شب از پتوهای پرزدار استفاده نکنید. 4 لباس ها را در آب جوش انداخته و در فضای باز خشک کنید. 5 محل گزش یا نیش کک ها را حتما با آب و صابون بشویید و مقداری نوشته لوسیون، هم لوشن یا کرم های نرم کننده دست و اینا، بر روی آن بمالید تا از میزان شدت خارش آن کم شود. همچنین می توانید جهت درمان محل خارش از پماد کالامین استفاده کنید. هیچگاه سعی نکنید محل زخم را خیلی زیاد بخارانید. دوستان شما میدونید چرا وقتی که یه جایی درد میکنه یا یک زنبوری چیزی نیش میزنه انسان ناخودآگاه اونجا رو میخارونه؟ من فکر کنم به این وسیله اون سم، اون زهر پخش میشه و از شدت درد
کم میکنه. البته بعضی وقتا آدم چنان میخارونه که اونجا به اصطلاح زخم میشه و خود اون بدتره. برگردیم به نماز جماعت. ما از چجور نماز جماعت رفتیم به چیز، به کک رسیدیم. خب نماز جماعت به امامت دو زن برای نخستین بار در فرانسه برپا شد. همونجوری که میبینین دو تا زن نشستن جلو و آقایون هم پشت سرشون. و جالبه اینجا یه خانم آمریکایی من میشناسم که مسلمون شده و وقتی پریروز باش صحبت میکردم بهش گفتم شنیدی تو فرانسه اینجوری و اینها؟ گفت که نه. گفت شما شیعه ها خراب کردین دین اسلام رو. حالا این خانم مال فیلادلفیا است، آمریکاییه، رفته مسلمون شد. گفتیم والا ما که اصلا مسلمان درست حسابی نیستیم، شما برو با مسلمان درست حسابی صحبت. خلاصه به این وسیله از دستش در رفتیم. ولی داشت تعریف میکرد، گفت که این خانمی که اینجا نشسته، این خانمی که پشت گردنش اینجوری بازه، این سه تا آقا و 60 نفر دیگه، چون گفته 60 چند نفر اینها پیش نماز بودن، اونها پس نماز بودن، یا چی میگن اونایی که پس نمازن، اونا به اصطلاح میگفتن از کی چی میکنی؟ تقلید میکنی، اونا مقلدن، نماز پشت سر میخونن. گفت بهتون قول میدم از اول نماز تا آخر نماز حواسشون به نوع موی اینها، به بزرگی باسنشون، به سختی نمیدونم کرستشون که بسته شده و الی آخر. گو اسلام که میگه مردا جلو باشن، چون مرد اسلام مردای مسلمون رو میشناسه. خیلی هم قشنگا تاکید کرد که اسلام مردای مسلمون رو میشناسه. آقا تو چرچ گفتن بشینید بغل هم، ولی وقتی رسید به اسلام، اسلام گفت نه 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 نه، این زنا رو اون پشت نگه دارید و این مردا بیان به اصطلاح پیش نماز بشن. که حالا هرچی هم بود، گذشت و تموم شد و رفت. ما فعلا خیلی تو کار دین و اینها کاری نداشته باشیم، چون از ما دانشمندتر و اینها هستن. و اما دوستان، چند روز پیش آقای احمد علی مسعود انصاری آمد و اون حزب حق رو دیگه گویا عملا یک ویدیو هم درست کردن و فرستادن و ما روی فیسبوک، روی بالاترین، روی توییتر هم گذاشتیم. برید بخونید، اگر مشکلی دارید، سوالی دارید، با خودشون تماس بگیرید. امروز ساعت 4 صبح که میخواستم به اصطلاح برم و بیام به این شهری که الان هستم، دیدم یه دوستی نوشته آقای سربی امیدوارم حالتون خوب باشه، برنامه نداشتید، ما خیلی نگران شدیم. گفتم اولا بگو من نگران شدم. چرا میگی ما؟ چون دیکتاتورا هستن که برای که به مردم بگن من تنها نیستم، شما بیچاره هستید که تنها هستید، همیشه میگن ما. شاه میگه خاندان ما، این خامنه اینی ها میگن ما، نمیدونم این تا چیزم. ترامپ ندیدم بگه من، چون اینقدر احمقه که اصلا عقلش به اونجا نمیرسه. بمانم یه بار دیگه بیام این ماجرای پیش نماز و اینها رو براتون بخونم به فارسیش. نوشته نماز جماعت به امامت دو زن برای نخستین بار، نخستین بار در فرانسه روز شنبه، دو زن که حدود 10 سال پیش به اسلام گرویده اند به عنوان امام جماعت یا پیش نماز در پاریس نماز برپا کردند. میگه که ایفا جناعدین و آن صوفی یا صوفی منسونای دو زنی بودند که در یک اتاق اجاره‌ای جلوی حدود 60 زن و مرد که در کنار هم قرار داشتند ایستادند و نماز را اقامه کردند. اینجا دوستان اتاقای هست ما را هتل که بالروم، میتینگ روم، میتونید شما کرایه کنید برای 2 ساعت، برای 4 ساعت. و حالا اینا 60 تا از این جانمازی هم آوردن پن کردن اینها. ولی خیلی جالبه، میگه که به دلیل امنیتی محل دقیق این مکان پنهان مانده است. آن یا آن صوفی در گزارشی که روزنامه لوپاریزیان، این لیل پاریزیان، من توی فرانسه که بودم میگفتن این چیه پرژن نوشتن، همین کلمه پاریسی ها میگن پاریزیان، یه چیزی اینجوری میگن، یک چیزش هم مثل پرژن با یک اختلاف توی اسپل یا توی هجی. بمانه
میگه که محل این پنهان مانده بود. ای بابا شما نماز جماعت که میخونید، از اون که میخونید منظورتون اینه که مردم رو دعوت کنید، اولین قسمت شما اگه میترسی ای بابا اونو ببند بیا اینجا جزء اپوزیسیون، مثل مجاهدین بگه رهبرمون قایم شده، مثل آقا رضا بگه هر وقت شما رفتید و کشتید و پرپید میگن پراشو کندید و انداختید تو قابلمه و مرغ که ساخته شد من میام میخورم. اون شعره رو برید چقدر قشنگ بود، گنجشکک عشیمشی. یکی لینکشو بذاره اینجا، یادی هم از فرهاد کرده باشه، فرهاد خواننده، گنجشکک عشیمشی لب بوم ما نشین، بارون میاد خیس میشی و بعدم میگیرن تو میکشن تو، کی میگیره نمیدونم فلان فراش باشی کی میکشه، اون کی میخوره آخرش حکیم باشی. این بر آقای رضا پهلوی رو داریم، حکیم باشی ما شده اون و فلان. حالا این دوتا خانم پیشنماز شما نگاه کنید، اینم پیشنماز و این یکی خیلی هم لاک ناخونش بلنده و اینها، و همونجوری که گفتم تمام برجستگی هایی که به اصطلاح توی اسلام گفته حجاب کاور کنه اینجا شما میتونید ببینید. میگه مؤسسه این دو زن میتواند با تعیین مالی صورت گرفته به مدت یک سال مراسم مذهبی خود را برپا کنه، درست مثل تلویزیون مردم. اینا آمدن گفتن ما میخوایم نماز بخونیم، طرفدارانشون این نبوده. آقا امروز نبودی من نگران شدم، آقا سوربی مرد به درک، برو یه جای دیگه مجانی نگاه کن. چرا دروغ میگید؟ چرا تعارف بی خود میکنید؟ اگه واقعا دوست داری نگرانی بگو آقا من 20 سال بیننده برنامه سوربی هستم، سالی 10 دلارم اگه میخواستم بدم الان 20 دلار باید بدم، 200 دلار ببخشید. اون موقع نداشتم، اون موقع کارگر بودم، الان رفتم نمیدونم توی بازار استاک مارکت فلان فلان. نمی کنی، نیستیم اصلا توی این خطا، به قول خانم تنازی مفخوری بمانه. خب میگه ما برای ایجاد یک اسلام فرانسوی که سازگار با دستاوردهای مدرنیته است تلاش میکنیم. بعد میگه که او به روزنامه لپاریزیان میگوید ما برای ایجاد یک اسلام فرانسوی به اصطلاح تلاش میکنیم. او دو روز پس از این مرحله امیدوارند، این دو زن ببخشید، این دو زن پس از این مرحله امیدوارند بتوانند یک اجازه دائمی را در زمینه، این یکیشونه کمرای دو مال ایشون، در زمینه ببخشید یک اجازه دائمی را در این زمینه به دست آورند. آنها علاقمندند نام مسجد خود را سیمور بگذارند. به به، این بر اغنوز اون و سیمرغ. این سیمرغ فکر نمی کنم فینکس باشه، سیمرغ چی میشه من نمیدونم، چون پرنده آتشین نیست، ولی پرنده ایه که میره تو کوه زندگی میکنه. اینم قرآن فرانسوی که اگه کسی فرانسویه و میخواد قرآن رو بخونه ببینه چیه، قرآن به زبون فرانسوی لکران و همون قرآن خودمونه. خب اینم از این و خبرها یکی پس از دیگری. اولین مسجد لیبرال در برلین افتتاح شد، آقای اکبری به شما تبریک میگم. خطبه های اولین جمعه زن در هلند، در هند ببخشید، در هند و درخواست تعطیلی مسجد لیبرال برزیل از سوی اردوغان و اینم ماجرای این. خب عربستان ممنوعیت سفر بدون مجوز زن، سفر بدون مجوز زنان را حذف کرد. بابا عربستان ممنوعیت سفر زنان بدون مجوز، نوشته ممنوعیت سفر بدون مجوز زنان را حذف کرد. بعد میگه که فرانسه 1500 نفر در فرانسه به خاطر دو موج گرمای تابستان کشته شدن. باورتون میشه دوستان 1500؟ والا بذارید من یکم چای بنوشم اینجا. اینجا سر کاری که هستم به این دوستم گفتم ما یه چند دقیقه میخوایم برنامه بذاریم، گفت خب برو من الان چای برات میارم اینجا. گفتم بابا دم شما گرم. والا ببینید دوستان
این خبر رو من میخونم 1500 نفر. یکی اولا برای من میرسه جمعیت فرانسه چقدر که 1500 نفر به خاطر دو موج گرمای تابستان کشته شدن. به روز شدم 8-9، این که یعنی مال همین دیگه سپتامبر. اینا از این بری می‌نویسن، روز اول می‌نویسن، ماه رو بعد می‌نویسن، همین بوده. ببینیم که چه خبره. میگه وزیر بهداشت فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که حدود 1500 نفر در تابستان امسال به خاطر چند موج گرما جان خود را از دست دادن. اون بالا نوشته دو موج گرما، حالا میگه چند موج گرما. موج گرما در سال 2003 20 روز طول کشید، اما امسال ما دو موج گرما به مدت 18 روز داشتیم و به دلیل اقدامهای پیشگرانه موفق به کاهش مرگ و میر شدیم. از اون ور میگه موفق شدیم کاهش، از اون ور میگه 1500 نفر کشته شدن. اینم بس همون خبرهایی که میگم تیترش یه جوری می‌نویسن که شما جلب بشی و بیای ببینی اینا چی میگن. خب خانم ایمی گودمن هم برای ما نامه نوشته و طبق معمول اونم میگه سوربی دونیت کن. دونیت یعنی هدیه کردن. بعضی ها این کلمه دونیشن رو به عنوان صدقه هم حساب میکنن. خب خود صدقه یه نوع هدیه، یه نوع کادویه که شما حالا میری میدی به اون، به افراد فقیر که احتیاج دارن. و اینجا دونیت کردن لزومن مثل ما ایرانی ها وقتی هم میخوام یک کمک کنیم، اول پوله رو دور سر خودمون و دور سر بچه‌مون و دور سر سفور تو خیابونمون و پستچی تو خیابون میگردونیم که هرچی درد و بلاست بره تو این 20 دلار. بعد این 20 دلار میدیم دست بنده خدا. آخه این چه نوع کمکیه؟ همش دروغ، همش تظاهر. اون ماجرای نظر و نیازمون که چه افتضاحیه. اینم از این ور. اجازه بدید دوستان من به خانم زنوسی یه زنگی بزنم. ایشون لطف کرده چند بار تماس گرفته، من این دو سه روز گذشته به شدت مشغول بودم و حالا به ایشون بگم که من روی ایر هستم، اگه بخوان میتونن چند دقیقه صحبت کنن. و بله الو میگه 9 ثانیه 10 ثانیه ولی صدایی نمیده. الو نه. اینجا شاید ساختمونش فرق میکنه، تلفن ما کار نمیکنه. بذار یه بار دیگه زنگ بزنم ببینم کار میکنه، با ایشون صحبت کنیم. چون برای من نوشته بودن که یه دکتری هست مثلا میخواد کمک کنه و اینها، من باید جواب میدادم، متاسفانه نتونستم. و حالا رو پیامگیرم نمیره که ما پیام بذاریم. دوستان تلفناتون وایس میرا رو ست کنید. At the tone, please record your message. When you finished recording, you may hang up or press 1 for more options. خانم دکتر زنوسی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. ببخشید من الان به بینندگانم گفتم که در چند روز گذشته نبودم و به اصطلاح خیلی مشغول بودم و نمیتونستم جایی که هستم صحبت کنم و شما لطف کردید، دو تا پیغام گذاشتید، چند تا تکس فرستادید و ما خوشحال میشیم که اون به اصطلاح آقای دکتری هم که شما اسم بردید بیان برنامه داشته باشن. اتفاقا زنگ زدم الان که اگر میتونید چند کلمه با دوستان بیننده و شنونده صحبت کنید که یا شما یه جایی هستید که به اصطلاح رسپشن یا سیگنال ندارید، یا تلفن من، چون منم یه جایی هستم که همش مثل استوریج و اینها هست. و در صورت سعی میکنم با شما تماس بگیرم و خوشحال میشیم که اون دوستمونم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه. فقط لطف کنید به ایشون بگید که تلویزیون مردم 20 سال توی این کار هست، به دلیل اینکه با یه خرج بسیار کمی تونسته مستقل بمونه و دوستانی که میخوان بیان باید به اصطلاح این فلسفه رو رعایت کنن و اونها هم یک کمکی، یک هزینه کمی پرداخت کنن. من بازم با شما تماس میگیرم. روز روزگار خوش تا
بعد که با شما یا ملاقاتی داشته باشیم یا مصاحبه‌ای روی تلویزیون برنامه‌ای زنده داشته باشیم. به امید دیدار. خدا نگهدار. موفق باشید و ممنونم از تمام زحماتی که میکشید شما. مرسی. بله ایشون تکس فرستاد there is problem with my phone. احتمالاً همینه. من یه چیزی براتون تعریف کنم. ما یه جایی رفتیم دکتر یا کلینیک و نشستیم دیدیم هرچی ما نشستیم نوبتمون نشد. بذارید من اینو شروع کنم دوستان بیان. همین چیز قطع کرد این فیسبوک دیوانه لایو اینجا مجددا وصل میکنیم. این بار روی مردم تیوی هم میذاریم. امیدوارم دوستان بیان. بلدن دیگه خودشون از بس این فیسبوک ادفار میرزه اینا بلدن چی کار کنن. و بله اونجا رفتیم نشستیم و دیدیم خبری نشد. بذارید من اینو شیر کنم با پیج مردم تیوی. توی این فاصله هم امیدوارم دوستان بتونن بیان چون اینجا نوشت که اونا قطع شد. آقای یه هر کی بود هر که هستی هر جا هستی تشریف بیاریم. بله آها سعید چون وارده زودتر از همه اومد اینجا. بله داشتم اینو میگفتم آقای سعید خان عزیز بعضی بیلدینگ ها حتی برای رسپشن وای فای یا همون اینترنت بی سیم باید یک بوسترای بگیرن یک چیزایی بخرن بذارن داخل چون اون راوتر معمولی کار نمیکنه. کار میکنه ولی اگه نزدیکش باشی و اینها. و اینجا که ما رفتیم این کلینیک گفت که خب بفرمایید بشینید. ما هم رفتیم نشستیم و اینا انقدر بیشعورن بعضی هاشون. مهم نیست که تو مطب دکتر کار میکنه یا تو ناسا کار میکنه. کسی که فکر کنه هر چیزی این میدونه دیگرانم میدونی آدم بیشعوره. معلم ها یاد گرفتن که روز اول مدرسه که میاد فکر نکنه این بچه های سال قبلن یه چیزای بلدن. بفهمه یادش باشه که این بچه ها چیزی بلد نیستن و بدون خودپرستی و خودپسندی و خودبزرگبینی بیاد برای این بچه ها صحبت کنه و به اینا بگه که به اصطلاح اینجوری قدم به قدم با هم پیش میریم و هیچ مسئله نباشه. این یه خانم جوونی بود. این جوونا میدونی که و حالا ما پیرمردا و پیرزنا باید به اصطلاح ایمپیشن باشیم صبور نباشیم. بچه ها صبور نیستن. از بعد تق 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 میای تق 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 دارم ساندویچ میخورم تق 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 رفتم همش عجله عجله. به ما گفت خب این کاغذ رو پر کن. سه صفحه کاغذ رو نوشتیم. بعد میگه بفرمایید بشینیم. گفتیم خب مثل همه جون میشینیم. دیدیم بعد کسای دیگه که اومدن دارن میرن. رفتیم به این گفتیم کی نوبت ما میشه. گفت فرم تو فرستادی. گفتم آره فرم رو دادم به تو. گفت نه اون فرم کامپیوتری. گفتم کامپیوتری یعنی چی. گفت مگه برات تکس نفرستادن. گفتم کی قراره برای من تکس بفرسته. گفت خود ما. گفتم کسی به من نگفته که. گفت این آقایه که چیزا رو گرفت نگفت به تو. گفتیم نه تازه اون دید شما رو کامپیوتری اومد به جای تو کار کنه. خلاصه گفت خب تلفن تو نگاه کن. گفتم من وقتی اومدم اینجا به احترام دفتر دکتر تلفن خاموش کردم. البته یه دلیل دیگه هم این بود که این تلفن های آیفون مخصوصا اونایی که مثل مال من کونه است و آی 6ه مثل که خیلی از لحاظ باتری وضعشون خرابه. خلاصه گفتم چیزی نیومده. ببینید گوش کنید ببینیم چی میگی. خودش میگه بله شما وقتی اینجا بشینی تکس نمیگیری. میگم تو به من میگی ما برات تکس فرستادیم گرفتی. میگم نه. خب خودت به من گفتی بشین اینجا. بعد میگه حالا برو دم در. در واس کردیم وایسادیم اونجا. میگه نه اصلا برو بیرون چون این بالا این چیزی دارن اینا بهش میگن آگینگ یا چی میگن مثل جلو خونه ها دیدین یکم چند فوتی بیرونه که بارون اگه میاد مثلا شما زیر بارون و آفتاب نباشین اینا کنوپی هم بهش میگن آگینگ هم میگن. آگینگ مثل مال کشتی ها و قایق و اینا. خلاصه گفت من از اینه. رفتیم اون برتر تلفنه میگه دینگ. اومدیم گفتیم اینجوریه. بعد میگه که اگه چارج نداری برو تو ماشینت چارج کنه چون این 40 تا 50 تا سواله. خلاصه حالا نمیدونم درباره چی داشتیم میگفتیم. آها این ماجرای اینترنت و وای فای و اینها همه جا نمیشه بهشون اطمینان کنید. من یه سلامی با آقای محمدی
داشته باشم. آقای محمدی، دوباره این مجاهدین که یتیم شدن، این جان بولتون رو مثل دستمال کاغذی استفاده شده ترامپ انداخت دیروز صبح بیرون، و ببینید این ترامپ چقدر حرومزاده است. پریشب به این نگفته دیگه نیا، بهش گفته صبح زود بیا، صبح زود اینو کشونده کاخ سفید، اینم با تلفن وایساده بیرون که بره تو میتینگ با اون منوشه و با اون پمپ آب پمپ او اینها، بعد براش توییت فرستاده، نامه هم نه، اینا ارزش یه نامه ندارن، توییت فرستاده که ما دیگه به سرویس شما احتیاج نداریم. حالا ببینیم که مجاهدین که این همه احتمالاً اینو دعوت کردن که تو نیویورک هم بره براشون به اصطلاح داد و بیداد کنه، ببینیم چه کار میکنن. یه آقای به نام آقای امینی هم برای من نوشته سلامم. خب منم سلامم، والا من نمیدونم ما چرا اینجوری حرف میزنیم. آقا شما اگه بیاد توی مهمونی، اگه من نشسته باشم توی رستوران یه جایی، شما که میای میگی سلامم، میگی سلام، منم میگم سلام، حال شما چطوره، یا میگم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. اینا چیه؟ هزاران درود، هزاران سلام. تا اگه گفتی هزاران سلام، منم باید بگم هزاران سلام علیک. چی بگم آخه؟ نکنید این کارا رو بابا. ما مثل آدم حرف زدیم، مثل آدم زندگی کردیم، همینو ادامه بدیم. خب قبل از اینکه دشمن برای خودمون درست کنیم، بریم سراغ نوشته های دیگه. این دوست ما از خلیج فارس به اینقدر به اصطلاح ویدیوهای خوب، نوشته‌های خوب فرستاده که نگو و نپرس. یه نفر هوملس اینجا وایساده بود و نوشته بود که پول بدید من میخوام برگردم به عقب و یک کاندوم، یک کاپوت ببرم بدم به بابای ترامپ. حالا در همون رابطه این دوستمون نوشته روی سنگ قبر یه نفر نوشته بود این هم تقدیر ما، کاندوم ترکید، منظورشون هم کاپوته، کاپوت ترکید و به دنیا اومدیم، لاستیک ترکید از دنیا رفتیم، باد آورده را باد میبرد. اینقدر از این جوکا درباره ترامپ و اینها گفتن که نگو و نپرس. میدونید که چند روز پیش باز یه آبروریزی کرد، آمد با شارپی یا ماجیک اون اخبار هوا رو دستکاری کرد، بعد آمدن براش یه سری چیزا ساختن که از جمله اینه. دوستان این چیزایی رو که شما اینجا میبینید اینا رو من درست نمیکنم، اینا رو از صبح تا شب به خاطر دروغهای فراوانی که ترامپ احمق میگه، خودش زن و بچهش و همه رو کشنده گذاشته در معرض دید همه که همه بیان فوشش بدن، همه بیان براش جوک درست کنن و الی آخر. همینجوری که میبینی اینجا با شارپی، شارپی این ماجیکه. اول بعضی ها میگفتن قلاده انداخته گردن این، بعد ما گفتیم بابا این قلاده نیست، چون این زنه دست نمیده به دست این، این شکلیه دسته، دست کشیده که یعنی من این زنه دست میده دستم و اینا. میدونید چند بار تا حالا دستشو به اصطلاح پس زده، چون بارها به اصطلاح گفتن که ترامپ دستاش کوچیکه، هر کی دستش کوچیکه فلانش هم کوچیکه، آمده با شارپی برای خودش یعنی از آمونده درست کرده. See I fixed it، میگه نگاه کنید من درستش کردم، with sharpie so you can، چون میگه دیگه شما نمیتونید منو مسخره کنید. خب اینم از این. حالا میاد اینجا و اینجا راجبه میگه they took the airport، من نمیدونم این مال چی بوده، ولی با اینجا هم هواپیما کشیده. بذاری اکثر بهتون بزرگتر نشون بدم که در رابطه با چیه، من نمیدونم. نوشته they took the airport، نوشته فرودگاه ها رو گرفتن، ولی اینجا آدم های نمیدونم مثل مغول و اینا هم نیستن و از این بردارن با سربازهای انگلیسی و اینا ها می جنگن، اون بالا هواپیما گذاشته. بعد این چون اولین که نه، رئیس جمهوریه که به اصطلاح سگ نداره، میگه که ترامپ یک سگ جدید برای خودش گرفته، اسمش هم گذاشته شارپی، It's a Sharpie، عکس با همون ماجیکایی که بهتون گفتم اینو کشیده و اینها. بعدم چون اون آقای Q
کی بود پسر مال کوبا اینو مسخره میکرد که این دستش کمه، دستش کوچیکه، و چون دستش کوچیکه از آموندش هم کوچیکه، این ترامپ میگن برای خودش آمده با شاربی اینجوری کشیده. میدونید که به اصطلاح عکس 4 تا یا نقش 4 تا از این رئیس جمهورا و رهبرای آمریکا روی یک کوهی هست و این ترامپ اومده عکس خودش رو اینجا با شارپی کشیده. یعنی واقعا خاک بر سر این که داشت برای خودش زندگی میکرد بدون اینکه گیر افتاده باشه، هر دوزی کرده بود و اینها، تا حالا جون سالم به در برده بود، آمد خودش رو با پای خودش انداخت توی این مخمصه. و حالا گوش کنید، کسی که 4 سال پیش میگفت من ورقای مالیاتیمو چون اداره دارایی بر مالیات الان داره نگاه میکنه، الان بهتون نشون نمیدم، بعدن نشون میدم، 4 سال گذشت، حالا میگه ببینید من ورقه فاینانشال استیتمنت، یه چیزی که شما میتونی برای خودت بنویسی، میتونی بری $100 $200 بدی یه حسابداری برای شما بنویسه، مثلا من میخوام از بانک پول بگیرم، میگن آقا تا اول به ما بگو که چند پول داری، این پولو برای چی میخواد، بالاش مینویسم من این پولو، یعنی دوستمون داره خونه میسازه، میگه آقا من رفتم میخوام $20,000 قرض کنم، به هم میگن نه شما بیا $400,000 بهت قرض میدیم. چرا؟ وقتی کردیتت خوب میشه، وقتی اعتبارت خوب میشه، اینا میخوان شما را از دیگران کش برن. یعنی اگر مثلا با بانک آف امریکا شما خونت رو قسط بندی کردی، وام گرفتی، حالا که میری اون میگه که بیا کپیتال وان، اون میگه بیا چیس بانک، اون میگه که نمیدونم بیا ویلز فارگو، اون یکی میگه 1000 تا بانک پی ان سی، اون یکی میگه تی دی بانک، اون بگید دیگه، اون یکی میگه فلان کردیت یونیون. اینها طرف میخواد $20,000 بگیره، داره بغل خونه خودش برای دخترش یه خونه میسازه. واقعا آفرین بر این پدر، و بهش گفتم دخترت باید قدر این خونه رو بدونه که این میگن با عرق جبین، واقعا با زحمت درست شده. و شما مین برای من عکس‌ها رو میفرسته، میگه من تا امروز زور داشتم اینجا کار میکردم، حالا میرم سر کار خودم. خلاصه این شما بعضی وقتا بهتون میگن یه فاینانشال استیتمنت بده، بعضی وقتا هم یه فرمی خودشون بهتون میدن، خیلی هم ساده است. میگه آقا شما چی داری؟ میگه یه خونه دارم. میگه چند میارزه؟ میگید انقدر. چند بدهکاری؟ انقدر. میگه خب این پس انقدر تو این خونه، بهش میگن اکویتی، یا شما تو این خونه اینقدر دارایی داری، نه که پول گذاشته باشی کنار اتاقش. مثلا خونت $300,000 تو مارکت، ولی $100,000 به بانک بدهکاره، شما $100,000 بدهکاری داری، $200,000 اکویتی رو نمیدونم به فارسی چی میشه بگی. خلاصه این میگه حالا من میارم شماره ها رو مینویسم و ببینید ها چه شماره هایی. خدا شاهد دیروز که این حرف رو زد، من درست یاد این آقای دکتر گنجی افتادم، منوچهر گنجی، که این احمق وقتی حزب رستاخیز درست شده بود آمد و گفت شما نمیدونید این حزب رستاخیز چیه، این حزب رستاخیز حزبیه که به اصطلاح چی میگن رئیس حزب ها و اینا، مؤسسش فلان اعلی حضرت هستن. یکی بهش نگفت احمق برو کتاب همین اعلی حضرت رو بخون، اعلی حضرت قبلا نوشته بود دیکتاتورا میان احزاب رو میبندن و کشور رو تک حزبی میکنن. ولی چه کنیم که اینها یه سری احمقای چاپلوسی بودن که به اصطلاح دهنشون رو بستن، حالا یا با حقوق یا با شغل یا با پول یا با تهدید، و اینها چون خفه خون گرفتن مملکت رسید به سال 1357. دوستان اگر نمیدونستید بدونید هیچ کس انقلاب نکرد به غیر از شاه اسلام پناه و همسر ایشون خانم فرح دیبا. دوباره این فیسبوک رد شد، فکر کنم به من میگه چقدر حرف میزنی سوربی، تو گفتی من اینجا 10 دقیقه 15 دقیقه، حالا چون میبینم اون دوستان ما اونجا دارن برای خودشون میگردن، هنوز بهشون گفتم تا دیدم شما دارید میرید منم برمیگردم میام. خلاصه بله این دیگه بارس گفت تا 3 نشه بازی نشه، از این ور این جو ضرب المثل رو داریم، از اون ور توی فوتبال میبینیم کارت قرمز و اینا به شما میده 2 تا کارت زرد، سومیش میکنتت بیرون. حالا ما اینا رو به عنوان کارت زرد
به خودمون میدیم، اینی که دوبار قطع شده و دیگه برنامه رو جمع میکنیم و میبندیم و میریم. از شما ممنونیم که با ما بودید و هستید، امیدواریم خواهید بود، امیدوارتر هستیم که شما حمایت کنید. همون مبالغ کم، $10، $20، $50، $100، ما ننشستیم اینجا که دست تو کیف و تو جیب کسی بکنیم. و براتون همین برنامه هم همینه، اخباری چیزی که هست میایم میخونیم، ما اخبار برای شما تفسیر نمی کنیم. ما اخباری رو که شما ممکنه زودتر از من دیده باشید، آقای اکبری که توی آلمان 6 سال زودتر از من از خواب بیدار میشه، به ایران نزدیکتر، اخبار رو زودتر میبینه و میخونه، من نظر خودم رو میگم، بعد اکبری میگه راست میگه ها، اینم یه نظریه. یا این که میگه ببین این عجب حرف بی خودی میزنه، نظر من درست بود، برای من مینسه سوربی، نظر من اینه. و اما میگه که چقدر به ما بر میخوره وقتی به ما میگفتن شما ملتی دزد و کلاهبردارید. اینم یه نفر آمده راجع به اصطلاح یک چیزی نوشته که من چین نوشته های اینجوری رو قبول ندارم، همه میان نقل قول میکنن. اون روز یه دوستی برداشته بود نوشته بود که پرسپولیس این و اون، یه نفر نوشته بود والا همین پرسپولیس رو هم رومیا ساختن، نه یونانیان دوستانا، نوشته بود رومیا ساختن. من تا حالا اینو نشنیده بودم، من شنیده بودم که مخالفت هایی هست. دوستان سعید میگه روی یوتیوب ما قطع نشدیم و هست، حالا رو فیسبوک هم وضع شدیم، اینجا هست. نمیدونم فیسبوک چه مرگیشه، احتمالاً میخواد بعدم بگه اگه میخوای استریم کنی سالی اینقدر پول بده، سالی اینقدر پول بده، از اون بیقطعی ها رو بهت بدیم، قطع نشه ها رو بده. خلاصه من بس دیگه، الان تقریبا نزدیک به 90 دقیقه، نه 70 و چند دقیقه، 2:14 شروع کردم، الان 2:25، 11:60 دقیقه، 71 دقیقه با شما بودم. خب چند دقیقه دیگه هم هستیم و بعدن میریم. بله این نوشته ها رو بعد این ور اون ور می نویسن. حالا یک چیز دیگه بهتون بگم که اصلا باور کردنش، آدم لحظه اولی که میبینه باور میکنه، بعد افسوس میخوره. یه عکسی رو امروز شاید شما تو اینترنت دیده باشین که عکس یک اتاق جراحیه یا عکس بیمارستانه. ببینید من این عکس رو به شما نشون میدم و ببینیم که چی کار باید بکنیم با این خبرهای دروغی که پخش میشه و من و شما چجوری از پخش اونها به اصطلاح پیشگیری کنیم، یا اگه پخش کردیم توضیح هم بدیم. اولا اون احمقی که اومده اینو پخش کرده، این اتاق جراحی، کسی که مرده دیگه اتاق جراحی نمیبرنش، میبرنش اینجا میگن کورونری، هم چیزی اونجا میگفتن پزشک قانونی. پزشک قانونی دوستان باورتون میشه طرف لزومن پزشک نیست؟ برید بخونید، تا روزی که خود من متوجه شدم اینا باورم نمیشد. پزشک قانونی قانونا نباید پزشک باشه. من دارم راجع به آمریکا صحبت میکنم. حالا نگاه کنید، یادتونه که یه دختر خانمی بلند شد رفت مسابقه فوتبال، بعد گرفتنش دردسر و اینها، بعد که از زندان آزاد شد، این بنده خدا که خواهرش گفته این دو شخصیتیه و سعیدم اون روز برای ما نوشت دو شخصیتی رو تو آمریکا میگن بایپولار، این رفته خودش رو آتیش زده. کار بسیار اشتباهی، کار بسیار اشتباهی که این مریم رجوی دیکتاتور آمد یه عده بنده خدا رو سوزون. ما حتی شنیدیم آقای مصطفی محمدی گویا بنزینم رو خودش ریخته، خوشحالیم که این کارا نکرده. اگر این کار درسته چرا خود احمقش نسوزوند خودشو؟ چرا شوهر زنبازش خودش رو نسوزوند قبل از اینکه علیل و ذلیل و به اصطلاح مرحوم بشه؟ بماند این خانم خودشو سوزنده و اینها، ولی نگاه کنید اینجا نوشته تعظیم گروه پزشکی بیمارستان شهید گنجی در برابر بدن سوخته سحر دختر آبی مبارز. روحت شاد ای شیر دختر ایران زمین، پاینده ایران. یک خانمی به نام پونه رازی نوشته، حالا من این قسمت رو بگم، اولا این تعظیم نیست، تعظیم اونایی هن که تا کمر دولا میشن و دستبوسی میکنن و این ادای احترامه.
شما توی کاراته، توی سلام علیک ژاپنیا، توی مدیتیشن هر وقت کسی میخواد ادای احترام کنه سرش رو میاره پایین. بعد یکی دیگه از حسن این کار اینه که شما چون سرت میاد پایین خود به خود چشماتم میبندی که به اطراف و اینا فکر نکنی و به اون موضوع، مثلا میگن یک دقیقه سلبی مرده چشمات، نمیگن چشماتون میبندی، میگن یک دقیقه سکوت. شما سکوت که میکنی بعضیا سرشون هم به ادای احترام میارن پایین یا میخوان هر فکر کنن سلبی چقدر بد بود چقدر خوب بود، خدا بندازتش تو جهنم، خدا رحمتش کنه بمانه. اینا آمدن، حالا این خانمه ببینید چی نوشته. نوشته این عکس تعظیم یک گروه پزشکی در ژاپن است. چرا خبر دروغ پخش میکنید که زیر سوال برویم؟ گروه پزشکی بیمارستان گنجی تخم نداشت خبر را رأس ساعت فوت اعلام کند و منتظر دستور حکومت ماند. ببینید دوستان، اون کجا؟ اون ماجرا چی؟ این کجا؟ خب این فیسبوک دوباره قطع کرد و بذارید ما همینجا چیز کنیم. من این عکس رو از نزدیکتر بهتون نشون میدم تا بیشتر متوجه بشید این اصلا بیمارستان ایران نیست، این ژاپنه. این خانمه و رو سرش و اینا رو هم که بستن اینجوری، همون ماجرای ژاپنه. این قیافه ها رو اگه نگاه کنی، قیافه ها ژاپنیه و این ادای احترام، یا ژاپنیا تو سلام هم این کارو میکنن. حالا این بنده خدا مریض بوده فوت شده یا بدنشو اهدا کرده، اینا دانشجوان چون آمدن یاد گرفتن ادای احترام میکنن، اون به قول اینها that's beside the point، یعنی اون موضوع ما نیست. دوستان عزیز، از اینکه تونستم امروز برسم و این برنامه چند دقیقه رو به شما تقدیم کنیم خوشحالم. جمعه با شما خواهیم بود و اگر درباره این برنامه صحبتی دارید، نظری دارید، حرفی دارید، به این شماره تلفن تماس بگیرید. بذارید ببینم شماره تلفن رو هم اینجا بذارم، افکت یک و اون پلیر چار. امروز خیلی میگم اینجا وسائلم کمه. و افکت سه بفرمایید 202-695-2573. تکس میتونید بفرستید، پیام میتونید بذارید، ایمیل هم میتونید با info@mardomtv.com. ضمناً آقای خسرو بهرامی هم یه پیام چند روز پیش گذاشتن که من به دلیل نداشتن برنامه و نبودن و اینها اون رو هنوز پخش نکردم و اگر دوستان لطف کنن ویدیویی که میفرستن، پیامی که میذارن، بگن خب ما این پیامو گذاشتیم، $5 هم حمایت کردیم، $10 هم حمایت کردیم، سوربی جان این فیلمو فرستادیم، $20 هم به تلویزیون دادیم، نه اینکه آقا این را حتما پخش کنید. بعضی هاشون که تهدیدم میکنن اگر بی وطن نیستی این را پخش کن. آقا وطن برای تو، اگه وطن اینیه که تو معنیشو فهمیدی، من بی وطنم، من وطن فروشم، من مزدورم. بهتون گفتم اون آقایی که میره نیویورک قهر میده، میگه آقا چرا از جمهوری اسلامی بد نمیگی؟ میگم شما همه برنامه منو دیدی؟ منو میشناسی؟ میگه نه. میگم خب شاید من توی برنامه از اول تا آخر گذاشتم، برنامه گذاشتم، گفتم بیاین از اول تا آخر بد بگی، هر چی دلتون میخواد بگی. دوستانی که اینو میبینید، هر کدومتون میخواین بیاین هر چی که میخواین در رابطه با جمهوری اسلامی به اسم خودتون، به صدای خودتون، به تصویر خودتون بگید، من مجانی پخش میکنم. ولی نه جز به اونایی باشی که داری میری ایران و میای حقوق میگیری، نه جز به اونایی باشی که داری میری ایران و میای با دخترای جوان، حالا یا به صورت فاحشه یا به صورت دوست خرجشون میکنی، نه جز به اونایی باشی که میری ایران و میای تریاک میکشی، مواد میکشی، با خودت هم میاری، چه تو شیشه مربا، چه تو خیارشور فلان میسا. و نه هم اونایی که میگن ما که نمیخوایم معرفی بشیم. تو از چی میترسی؟ اگه تو میترسی چرا به من میگی من اون کارو بکنم؟ منی که بارها گفتم 5 سال وایسادم زمان جنگ، وایسادم تحمل کردم همه بدبختی ها، همه کمبود ها، بعد دیدم آقا نمیشه با این حکومت آخوندی دیکتاتور زندگی کرد، بلند شدم اومدم. حالا تو بچه ننه ای که مامان تو نمیدونم
بابا تو بعد مامان تو شوهر ننت پول دادن آوردنت اینجا و از روزی هم که اومدی اینجا نمیخوام بگم مصرف کننده بودی ولی هیچ به اصطلاح پوینت مثبتی هم روی کارنامت نیست. حالا تو دیگه از من سوال میکنی، خجالت آوره. دوستان عزیز بازم از شما ممنون و متشکرم، امیدوارم که اوقات بهتری در انتظارتون باشه و من شما همه فردایی بهتر و آیندهی روشنتر داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.